خب دارم فیلم میگیرم دیگه، قتل نمیکنم دورت بگردم، چون که تمام مواد غذایی که دوست دارم مورد علاقه هام در یک جا جمع شدن. چی باید بگم یه؟ یه جایی میخورم بعد بهتون میگم. امروز روز تعطیله، تصمیم گرفتیم که بیایم بیرون یه دوری بزنیم، خریدی بکنیم و وقت نهارم به جای فست فود گفتیم که چی بخوریم بهتر از کمپیر. میدونید دیگه عشق منه، با من بمونین، قراره با هم دیگه کمپیر رو انالایز کنیم. عزیز دلی که جلوی من میبینید اسمش هست کمپیر و همینطور که از توضیحاتم مشخصه من خیلی دوستش دارم. چرا؟ چون که تمام مواد غذایی که دوست دارم مورد علاقه هام در یک جا جمع شدن. سیب زمینی مثلا، من عاشق سیب زمینی ام به هر فرمی که پخته بشه، پنیر، ذرت، زیتون. و خوبی این غذا اینه که شما هر مواد غذایی که دلتون بخواد رو میتونید سفارش بدید که براتون توش بذارن و اونایی که نمیخواین رو نذارن. و چه مدلی پخته میشه کمپیر؟ اول یه دونه سیب زمینی بزرگ رو برمیدارن تنوریش میکنن، میذارنش توی تنور حسابی میپزن، بعد یه قاچ روش میدن، اینو بازش میکنن، وسطش پنیر قاطی میکنن، با گرمای داخل سیب زمینی اون پنیر آب میشه و بعد روش محتویاتی که میخواین، تمام محتویاتی خودتون انتخاب کردین رو میذارن و این ترکیب سرد و گرمی که به وجود میاد یه اتفاق جالبی میفته موقعی که داری میخورینش. دیگه براتون چی بگم؟ چی باید بگم یه؟ یه جایی میخورم بعد بهتون میگم. شدیدن پنیریه، حالت پنیری داره و تا وقتی که داغه حسابی هم کش میاد، یعنی بهتره که خب دارم فیلم میگیرم دیگه قتل نمیکنم دورت بگردم، بهتره که تا وقتی که داغه بخوریدش که این حالت کشیش ببونه، یعنی دقیقا این پیتزا که تا وقتی داغه بهتون مزه میده که بخورید. جاتون خالی. هیچ وقت از حفاری در این غذای زیبا خسته نمیشید. و نکته جالبش اینجاست که این پوستش هم قابل خوردنه، چون که توی فر بوده و حسابی چیز شده نمیتونه کثیف باشه به نظر من حداقل، و خیلی هم خوشمزه است. اما من الان دیگه خیلی سیر شدم، دیگه پوستشو بی خیال میشم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. یادتون نره که سابسکرایب هم کنین، لایک کنین، برام یه کامنت بذارین، اسمای خوشگلتون رو توی کامنت ها ببینم، نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چی دارید اونجا برام بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.